سرخط مهمترین خبرها. خبر خوش به تمام مردم افغانستان. ایران و پاکستان بالای طالبان اقدام نظامی میکنند. رئیس ستاد ارتش پاکستان و دبیرکل سازمان ملل متحد در مورد افغانستان گفتگو کردند. کانادا 25 میلیون دلار به پناهجویان افغان در پاکستان کمک میکند. و وزیر داخلی پاکستان استعفا داد. باید خدا به مجموعه مهمی این کانال خوش آمدید. ایران و پاکستان علیه طالبان اقدام میکنند. آیا ایران و پاکستان علیه ترورستان ائتلاف خواهند کرد؟ محمد عارف رحمانی در فیسبوکش چنین نگاشته است. احتمال اینکه ایران و پاکستان در ائتلاف اعلام نشده علیه گروه های تروریستی در افغانستان و در خاک پاکستان اقدام نمایند بعید نیست. با این ضربات ملحقه که گروه های تروریستی طالبان پاکستانی و جیش العدل ایرانی به نیروهای نظامی و انتظامی پاکستان و ایران زدن، بسیار بعید است که این دو کشور دست روی دست بگذارند و شاهد حملات پیشتر بر نیروها و خاک خود باشند. با توجه به ضعف جدی اقتصادی و پراگندگی سیاسی و عدم توان لازم برای عملیات پهپادی و موشکی پاکستان، شاید این کشور از توان تکتیکی کمتر نسبت به ایران برای عملیات علیه ترورستان در داخل خاک خودش و در افغانستان برخوردار باشد. اما ایرانی ها با توجه به قدرت فوق‌العاده موشکی و پهپادیشان بعید نیست که به زودی عملیات را علیه گروه های تروریستی جیش العدل در خاک افغانستان و پاکستان انجام دهد. فرض بگیریم که دو کشور ایران و پاکستان حملات انتقام جویانه ای را به سازمان های تروریستی تی تی پی و جیش العدل انجام دادند. آیا این عملیات های محدود و چند روزه سبب نابودی این دو سازمان خواهد شد؟ معتقدم که این یک یا چند عملیات در مرزهای این دو کشور یا حتی داخل افغانستان سبب از میان رفتن توان عملیاتی دو سازمان تروریستی یاد شدن نمی شود. پاکستانی ها و ایرانی ها باید این واقعیت را درک کنند که تا فکر اساسی برای گروه های تروریستی مادر این که در افغانستان حاکم شده است نکنند و افغانستان به پناهگاه را از سازمان های تروریستی نگیرند. این گروه های تروریستی همچنان قوی و قدرتمند در آیشه مرزهای این کشورها حضور خواهند داشت و به حملات تروریستی خود در داخل خاک ایران و پاکستان ادامه خواهند داد. بنابراین ایران و پاکستان برای این که برای همیشه از شر تروریستان تی تی پی و جیش العدل خلاص شوند، باید در گرفتن از قدرت سیاسی و نظامی از طالبان و سپردن آن به مردم و هم اقوام افغانستان با شهروندان به سوت آمده کشور و جریان‌های مقاومت و جبهه‌های نظامی و سیاسی همکاری نمایند تا هرچی سریع‌تر هم ملت افغانستان، هم کشورهای منطقه و هم جهان از شر گروه‌های متراکم تروریستی موجود در افغانستان نجات پیدا کنند. رئیس ستاد ارتش پاکستان و دبیرکل سازمان ملل در مورد افغانستان گفتگو کردند. رسانه‌های پاکستانی از دیدار آسم مونی رئیس ارتش این کشور و آنتونی گودریج دبیرکل سازمان ملل متحد در نیویورک گزارش دادند. روزنامه‌دان روز شنبه 25 قوز گزارش داده قاسم مونی در این دیدار درباره وضعیت افغانستان و کشمیری هند ابراز نگرانی کرده است. بر اساس این گزارش پاکستان همچنان از افزایش حملات ستیزه جویان ابراز نگرانی کرده و خواستار حمایت بین‌المللی برای پایان دادن به تروریسم فرامرزی از افغانستان شده است. گفتنی است که حملات گروه‌های وابسته به تحریک طالبان پاکستانی یعنی تی تی پی در ماه‌های اخیر در آن کشور افزایش یافته است. بر بنیاد گزارش‌های نشر شده، تنها در یک هفته اخیر در پی یک حمله مسلحانه و یک انفجار موتر بم در ایالت خیبر پختونخوا دست کم 25 نیروی پاکستانی کشته و ده‌ها تن دیگر زخمی شدند. کانادا 25 میلیون دلار به پناهجویان افغان در پاکستان کمک می‌کند. وزارت مهاجرت کانادا بار دیگر از کمک این کشور به پناهجویان افغان خبر داده و اعلام کرده است که این کشور برای حمایت از پناهجویان افغان آسیب‌پذیر در پاکستان و کشورهای آسیای مرکزی 21 میلیون دلار کمک می‌کند. مارک میلر وزیر مهاجرت کانادا گفته است که این کمک مالی به کشورهای میزبان کمک می‌کند تا برای حمایت از پناهجویان و پاسخگویی به نیازهایشان رسیدگی کنند. او این اظهارات را در کنفرانس پناهندگان در ژنو مطرح کرده است. میلر افزوده است که کانادا از تعهد خود برای پذیرش 40,000 افغانستانی آسیب‌پذیر فراتر رفته است. او همچنین اعلام کرده است
که کانادا قصد دارد بیش از 136 هزار پناهنده را در 3 سال آینده اسکان دهد. میل رفته است که کانادا به حمایت‌های آسیب‌پذیرترین افراد جهان از جمله زنان، اقلیت‌های قومی و مذهبی، اعضای جوامع LGBT، پناهندگان و مدافعان حقوق بشر ادامه خواهد داد. وزیر داخلی پاکستان استعفا داد. رسانه‌های پاکستانی گزارش دادند که سرپرست وزارت داخلی حکومت موقت آن کشور از سمتش کنار رفته است. روزنامه پاکستانی گزارش داده است که سرپرست وزارت داخلی حکومت موقت آن کشور از سمتش کنار رفته است. در همین حال گفته می شود که سرفراز استعفای خود را 3 روز پیش ارائه کرده بود که روز جمعه 24 قوس از نخست وزیر موقت پاکستان پذیرفته شد. هدف از کنار رفتن او شرکت در انتخابات آینده پاکستان گفته شده است. قرار است انتخابات عمومی پاکستان به تاریخ 8 فوریه سال 2024 برگزار شود. سرفراز از اعضای حزب عوامل بلوچستان پاکستان است که بعداً به حزب مسلم لیگ پاکستان پیوست، اما درباره پیوستن مجدد به این حزب در انتخابات آینده چیزی نگفته است. تهدید جیش العدل در ایران، همکاران پیشین طالبان در افغانستان. گزارش از خبرگزاری اندپندنت فارسی. جمهوری اسلامی ایران نگران حمله جیش العدل و داعش از قلمرو افغانستان به مرزهای شرقی اش است و برای گسترش تعامل و تماس با طالبان اقدام کرده است. حمله مرگبار نیروهای جیش العدل به کلانتری شهرستان راسک در ولایت سیستان و بلوچستان ایران در روز جمعه 24 قوس دست کم 12 نفر از نیروهای انتظامی ایران را به کشتن داد و شماری نیز زخمی شدند. این حمله نشان از ناکامی کلان اطلاعاتی و نظامی جمهوری اسلامی ایران داشت. ولایت سیستان و بلوچستان ایران مرز مشترک با افغانستان و پاکستان دارد. به همین دلیل مورد تهدید گروه‌های تروریستی و قاچاقچیان مواد مخدر و تبهکار قرار دارد. رحمت الله نبیل رئیس پیشین امنیت ملی افغانستان در واکنش به حمله جیش العدل در سیستان و بلوچستان گفت که این گروه در سال 2021 در پشتیبانی از طالبان با نیروهای امنیتی افغانستان در چند ولایت جنگیده بود و باعث سقوط نیمروز شدند. در هنگام افزایش حمله های طالبان در 15 اگست سال 2021 برای سرنگون کردن نظام جمهوری نیز و ادعا کرده بود که سازمان استخبارات پاکستان حدود 600 جنگجوی جیش العدل را برای کمک به طالبان افغانستان به ولایت های نیمروز و هرات و فرا فرستاده بود. حمید خراسانی یکی از فرماندهان پیشین طالبان در اوایل سال 2022 جمهوری اسلامی ایران را تهدید کرده بود که رفتارش را در مقابل مهاجران افغان تغییر دهد تا رژیم طالبان از جیش العدل حمایت نکنند. سپاس که تا ایندم با ما بودید. کافیه چینل را سابسکرایب و ویدیو را لایک کنید.